بعضی از اینها خانم هایی بودن که در عرف معمولی بهشون میگن خانم بدحجاب. حالا چیکار کنیم؟ اشکم از چشمش داره میگه. ردش کنید. مصلحت حق نه. دل متعلق به این جبهه است. جان دل باخته به این اهداف و آرمان هاست. یه نقصی داره. مگه من نقص ندارم؟ نقص او ظاهره، نقص های این حقیر باطنه، نمی بینن. گفتا شیخا من اون چه گفتی هستم. آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ ما هم یه نقص داریم، اونم یه نقص داره. با این نگاه، با این روحیه برخورد کنی. البته نهی از منکر هم انسان میکنه. نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. پذیرای جوان باشی. با روی خوش هم پذیرا باشی. با سماحت، با مدارا. با روی خوش هم پذیرا باشی. باید بعضی جه ها به رو نیاورد، تجاهل عارف کرد. میبینید خطا از روتون برگرد میدنی من ندیدم. یه جه ها اونجوری، یه جاهایی هم دخالت اصلا حرامه. مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر رو که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش کردنش هم حرامه، تصمیم اثر دادنش هم همینه. یک جایی هستش که دولت وظیفه این هست، سرزمینه مسائل عبادی هم هست، مسائل دینی هم هست، اما دولت وظیفه این هست. فرض فرمایید بخشنامه کنیم که آقا کارمندان ادارات باید سر ظهر حتما نماز اول وقت. نه به شما چه. یکی نماز اول وقت میکن. به قول مرحوم آشقاشم قزوینی میگفتش که یکی آمده گفته طلبهات رو نمازشون دم آفتاب میکنه. ایشون با همون لهجه قزوینی خود میگفت، من گفتم مؤمن خدا اجازه داد، از تو اجازه نمیدی. خدا گفته داد دم آفتاب میشه نماز بخونی، حالا تو مثلا میگی باید حتما. خب حالا یه وقت اینجور که باید حتما نماز جماعت شرکت کنن، نه نماز جماعت مستحبه، اگر باید بود میگفتن واجبه. از این قبیل مقولات ما هزاران داریم در جامعه که جای بخشنامه و جای دخالت دولت و اینا نیست. و دخالت دولت یا بیزار میکنه یا ریاکار برخیت میکنه.